سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بعضی وقتها در میدان اتفاقاتی رخ میده، دو طرف هر یک روایت خاص خودشون رو درباره اون اتفاقات ارائه میدن. چه کسی توی این ماجراهای این شکلی موفق شده؟ یعنی کدام یکیشون واقعا میدان رو درست داره مطرح میکنه؟ معمولا افکار عمومی حرفای اون کسی رو باور میکنن که رسانه‌های پرشمارتری داره، صداش رساتره. برای فهمیدن اینکه حقیقت رو چه کسی مطرح کرده باید چه کار، باید صبر بکنیم کمی بگذره، ببینیم که وقتی گرد و خاک ها خوابید چه واقعیت های پیش روی ما قرار میگیره. چند روز گذشته از عملیاتی که نیروهای مقاومت در لبنان داشتن علیه طیف قابل توجهی از پایگاه‌های رژیم، از جمله داشته های یگان 8200، موساد و شاباک، میخواییم بریم با هم بررسی کنیم، ببینیم که در رسانه های مختلف در خصوص آن چیزی که رخ داده و ادعای رژیم درباره مقابله با حملات و مقاومت چه چیزایی داره گفته میشه. برمیگرد نکاتی دارم عرض خواهم کرد. We had first of all the Israeli military spokesperson saying that we have launched as Israeli air forces were and a preemptive attack and destroyed 1,000 missiles that Hezbollah was directing toward Tel Aviv. And then we had the Prime Minister Benjamin Netanyahu saying that they have destroyed 6,000 missiles. And then we had the Israeli government spokesperson saying that there were 8,000 missiles. Now, first, nobody heard a secondary explosion of all these missiles, if they were ready to be launched or in the warehouses. Nobody in the area heard anything and it was not reported on satellite images or anything. خیلی خوب، اجازه بخشش رو با هم بررسی کنیم. میگه سخنگوی ارتش اسرائیل به عنوان نیروی هوایی ادعا کرده 1,000 موشک شلیک شده توسط مقاومت لبنان را منهدم کرده. پس از آن نتانیاهو گفته 6,000 تا رو منهدم کرده. سپس سخنگوی دولت گفته 8,000 تا رو منهدم کرده. هیچ یک صدای این انفجارها را نشنیدن و این همه موشک که آماده پرتاب در انبار بوده صدای انفجاری ازش شنیده نشده. میگه کجا رفتی؟ 8,000 تا موشک زدی؟ نه 6,000 تا موشک زدی، نه 1,000 تا موشک زدی، چرا صداش بلند نشده؟ فقط خودت دیدی چیکار کردی؟ بعدن اومدن گفتن آقا چند تا مقاومت میگه شلیک کرده. مقاومت گفته بود من 300 تا موشک شلیک کردم، 300 تا پهباد فکر کنم به عددی حدود هم گفته بود نه، دو برابر این میخواسته شلیک بکنه، یعنی 300 تا دیگه هم بذار روش، ما اونا رو زدیم. دمت گرم، اصلا محشر هستی، محشر هستی. ولی چرا فقط خودت باور میکنی؟ دیگه حتی شهرک نشینان باور نمیکنن. بریم ادامهش رو ببینیم، برمیگردیم. In the area heard anything and it was not reported on satellite images or anything. Secondly, the Israelis told us that Hezbollah has 250,000 missiles. Destroying as the Israeli are claiming 1 to 6,000, 8,000, even 10,000, that represent a very small, minute portion of what Israel, what Hezbollah has, which means that Hezbollah was not deterred. Thirdly, Hezbollah carried out the attack an hour and a half after the Israeli announced that they have carried out a preemptive attack, according to their claim against Hezbollah, which means that Hezbollah carried out. خب اجازه دو هم بررسی کنیم. میگه که هیچ کس در منطقه صدایی نشنیده و در تصاویر ماهواره‌ای هم چیزی گزارش نشده. طبق گفته اسرائیلی‌ها مقاومت 250,000 موشک دارد. اسرائیلی‌ها ادعا میکنند 1 to 8,000 تا و حتی 10,000 تا از موشک‌ها رو نابود کردند که فقط قسمت کوچکی از چیزی است که مقاومت دارد. به این معنی است که در مقابل مقاومت بازارندگی نداشته. این یعنی مقاومت لبنان علیه با وجود تهاجم اسرائیل حمله خود را انجام داده و معلوم می شود که به آمادگی مقاومت صدمه ای وارد نشده است. کلمه بازدارندگی هم یک واقعیتی که باید بهش توجه داشته باشیم این هست که توسط بخش اعظمی از کارشناسای ما داره اشتباه فهم میشه. بازدارندگی در مقابل مقاومت لبنان این نیست که وقتی اون موشک شلیک کرد به خاک تو اعتراض میشه فلسطین خاک توه دیگه. وقتی موشک شلیک کرد به خاک تو، تو هم
بتونی مثلا شلیک بهش بکنی یا پاسخشو بدی. نه این مثلا یه کلکلی بین شما دوتا. بازدارندگی در مقابل مقاومت لبنان، یعنی اگر اون موشک شلیک کرد به خاک تو، تو کاری بکنی که اون دیگه موشک شلیک نکنه. نه اینکه بعد از 320 روز ما همچنان بگیم چند هزار تا موشک شلیک شده بازم داره شلیک میشه. این بازدارندگی نیست. این اتفاقا نشون میده که طرف مقابل از تو یه صد بالاتره و به واسطه یه چیزهایی که داره و تو نمیدونی یه اعتماد به نفسی داره که اون اعتماد به نفسش میگه اصلا با همین فرمون برو جلو. میخواد چیکار بکنه؟ نیروی زمینی میخواد بفرسته با درگیر بشه، برو جلو. برو جلو بهش توضیح بدیم دنیا دستی که. بریم ادامهش رو ببینیم. Point is preparing 320 rockets doesn't come by pushing a button. It requires a whole team. Launching drones, dozens of drones, every drone requires 3 persons to be able to launch the drone and prepare it. Therefore, the whole story doesn't stand any ground, and it indicates that Netanyahu wanted to show a heroic act saving Tel Aviv. Therefore, he just is speculating and inventing something that actually did not happen and nobody saw any trace of it. And at least there were no results of what he calls a preemptive attack. It indicates that Benjamin Netanyahu wanted to climb down the tree and say, well, I've hit Hezbollah. خیلی خب، اجازید بخش شما هم بررسی کنیم. بله، بذارید من این بخش رو بیارم. میگه که مهمترین نکته این است که آماده کردن 320 راکت با فشار دادن یک دکمه به دست نمیآید. برای پرتاب پهپادها به یک تیم کامل نیاز است. 10 پهپاد که هر پهپاد برای پرتاب شدن به 3 نفر نیاز دارد تا بتواند پهپاد را آماده کند. پس کل داستان هیچ پایه‌ای ندارد و نشان می‌دهد که نتانیاهو می‌خواسته یک اقدام قهرمانانه برای نجات تل آویو به نمایش بگذارد. متوجه شدین چی داره میگه؟ میگه اینا اومدن یک دروغی ساختن، یک فریبی ساختن که به کسانی که در فلسطین اشغالی هستن بگن شماها داشتی یه ضربه میخوردین، ما نجاتتون دادیم، ما شماها رو نجات دادیم. که چه اتفاقی بیفته؟ که این حس کاذب در شهرک نشنا به وجود بیاد که خیلی اتفاق ترسکتری میتونست بیفته، اینا دارن نجاتمون میدن. میتونه درست باشه این ادعا، من قضاوتی ندارم، ولی وقتی شما از یه جایی به بعد انقدر دروغ تحویل میدی به این اون درباره تقابل ها، بعد هی سانسور میکنی، واحد سانسور درگیر با مردم خودت، با شهرک نشینای خودت، با مدام صدای انفجارهای شنیده میشه و تو توضیح میدی که وسط تل آویو در قلب تل آویو داری عملیات نظامی انجام میدی و اینا به خاطر اونهاست، وقتی مدام این تکرار میشه، خب شهرک نشینا دچار تردید میشن و اونهایی که میبینن میگن ادامه داستان هم از همین جنسه. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه داره نتانیاهو خبر جعل میکنه که در واقع توضیح بده اتفاقی نیفتاده، هیچ کس اثری از این عملیاتی که این میگه ندیده یا هیچ نتیجه ای نداشته. این یعنی نتانیاهو برای کم نیاوردن این کار را کرده تا بگوید ضربه اول را من به مقاومت زدم، پس اگر چنین بوده و اگر بعدش اینها ضربه زدن ناراحت نباشید، اینا هم بعدش ضربه برای خودشان زدن. این روایتی است که دیگران از اینها دارن. بریم ببینیم خود صهیونیست‌ها در رسانه‌های خودشون چه میگویند. کانال 11 رژیم رو با هم ببینیم. بله، کلما אנחנו לא רואים את האופק קדימה. יש אלפי תושבים בצפון שמחכים להזדמנות שצהל יעשה פעולה משמעותית שתאפשר להם בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, עוד חודש לחזור הביתה. אבל מעבר לכך, אנחנו נמצאים באותו אירוע של חילופי מעלומות. אין פה את המכה שישראל מחכה לה כבר כל כך הרבה זמן שבסוף תאפשר לתושבים בצפון לחזור הביתה. האם באמת הכללים השתנו פה? והאם יש לנו פה נוסחאות חדשות? לא, גם לטוב וגם לרע. לרע, ישראל לא הצליחה עכשיו בעצם לתת לחיזבאללה איזשהו סוג של מכה שהיא מנטרלת אותו ומשנה את כללי המשחק. מצד שני, חיזבאללה מצליח לפרוץ את המרחב האווירי של ישראל ב-200 טילים ו-300 ויותר. ולכן כרגע ההבנה היא מבחינת חיזבאללה שאפשר יהיה לסיים את זה יממה או יממה שנייה, כי זה לא משנה את כללי המשחק. האם אנחנו עוד מעט מתקרבים לשנה למלחמה? האם הצלחנו להרתיע את חיזבאללה מלא לפגוע בנו? והתשובה היא לא. חלק, אז זה בחשש שבו הם דיגה. בערסי הוא קודם, יהיה כמו פישרפתי
در افق نمیبینیم. هزاران نفر از ساکنین شمال منتظر فرصتی هستن که ارتش اسرائیل با عملیاتی مؤثر این شرایط را برای آنان فراهم کند. کدوم شرایط را فراهم کند که پس از یک یا دو یا سه هفته یا حتی بعد از یک ماه بتوانند به خانه هایشان برگردن. عجب حرفی داره این میزنه. چقدر تو توهم دارن زده این کار. میگه ما دنبال این هستیم که ارتش بتونه یه کاری بکنه بعد از دو سه هفته شهرک نشینا بتونن برگردن خونشون. عزیز من، ارتش تو رفته سراغ یک گروه تحت محاصره و بسیار کوچک که در مقابل مقاومت لبنان این اصلا هیچی نداره. 320 روزه داره می جنگه. شهرک های اطراف غزه 27 شهرک 320 روزه زندگی نداشتن، به خونه هاشون بر نگشتن. برای غزه، غزه تحت محاصره که با دنیای بیرون بی ارتباطه، بعد تو میگی بره با مقاومت لبنان دو سه هفته ای حلش بکنه؟ من احساس میکنم که این توهم در خیلی ها در بین شهرک نشنا وجود داره که اینا رو وادار کرده دیگه حقایق هم نبینن. و اگر این گونه باشد ما باید منتظر باشیم که فجایعی برای رژیم رقم بخورد که اینها در خواب شبشان هم ندیده باشند. بریم ادامه شو ببینیم. میگه به غیر از آن ما هنوز در همان رویداد اولیه تبادل آتش هستیم و این اقدامات آن ضربه‌ای نیست که اسرائیل مدت‌های زیادی منتظرش است که در نهایت به ساکنین شمال اجازه داد تا به خانه‌هایشون برگردن. یه مسئله ترسناک‌تری هم وجود داره. من همین الان میرم با مقاومت لبنان صحبت می‌کنم، بعد مقاومت لبنان به من میگه که آقا به خاطر شما من قول میدم که اصلا دیگه عملیاتی نکنم در شمال فلسطین اشغالی. منم میام به شهرک نشینا میگم شهرک نشینا رفتیم صحبت کردیم خطری نیست، برید زندگی بکنید. و شهرک نشینا میان زندگی میکنن. حالا من سوالم از شما اینه، این اتفاق الان خوشحال کننده است یا نشان دهنده اینه که تو یک نفری رو در شمال داری که هیچ کاری با این نمیتونی بکنی و این حالا به دلایلی کوتاه آمده. اون دلایل هر چیزی هست. فردا ممکنه پیداش بشه. پس فردا ممکنه پیداش بشه. پس اون فردا ممکنه پیداش. از تو هم نمیترسه. منتظر اجازه هم نمیمونه. تصمیم هم بگیره. 7 اکتبر نه 8 اکتبر جنگو شروع بکنه تا 320 روز بعدش ادامه بده. اینا واقعیت هاست. اینا واقعیت هاست که اینها چیزی برای مقابله با اون ندارن. میگه آیا واقعا قواعد بازی تغییر کرده؟ آیا اکنون معادلات دیگری در پیش رو داریم؟ نه اینطور نیست. این بد است چون در واقع اسرائیل نمیتواند به مقاومت حمله و آنها را خونسا کند. همچنین قواعد بازی را تغییر دهد. در مقابل مقاومت لبنان توانسته 2300 موشک یا بیشتر به حریم هوایی ما نفوذ زد. بنابراین در حال حاضر مقاومت متوجه شده که این کار را میتواند یک یا چند بار دیگر تکرار بکند. زیرا این قوانین بازی رو تغییر نمیده. میگه هر کاری دلش میخواد داره میکنه. بازدارندگی نداری، بازدارندگی نداری، نمیتونی باش مقابله کنی. ادامه شو ببینیم. ما به پایان یک سال جنگ نزدیک میشویم. آیا توانستیم مقاومت لبنان رو از هدف قرار دادن خود بازداریم؟ پاسخ منفی است. بازدارندگی اینه که یک کاری بکنی طرف دیگه این کار نکنه. مقاومت هر اقدامی دلش میخواد علیه اینا داره انجام میده و رژیم یارای مقابله با اینها و یارای متوقف کردنشان را نداره. این واقعیتایی هست که این روسا خود شهرک نشین‌ها دارن میبینن، از بابتش وحشت زده هستن و برای آنها پیشیده تر، ترسناک‌تر و تکان دهنده تر نیز خواهد شد. من نکته دیگه ای ندارم. اگر شما نکته داشتین بحثی بود در قالب پیامبریمون بفرستین. کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. از تک تک دوستان عزیزم بابت پیام‌های ارزشمندشان تشکر می‌کنم. کمی صبور باشید، ماجرا در منطقه ما متفاوت‌تر خواهد شد. ما آرام آرام با تمنینه با صبر پیش می‌ریم. صبر ما همه کسانی که در کنار ما هستند رو کلافه می‌کنه. صبر ما همه آنهایی که در کنار ما هستند رو دچار تردید حتی ممکنه بکنه. اشکالی نداره. من با تمنینه پیش می‌رم. با آرامش پیش می‌رم. به وقتش همه آنهایی که باید بفهمند واقعیت چیست و فرمون دست چه کسیه به میدان نگاه میکنن. بر اساس اتفاقهایی که دیگه رخ داده و به حقیقت پیوسته میتوانن قضاوت درستی داشته باشن، کمان که در ایام اخیر مدل بازی ما این گونه بوده است. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.